خب سلام و درود فراوان دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه موقعیت رو مجدد به دست آوردم تا یک لایو دیگر رو با هم دیگه پشت سر بگذاریم. امیدوارم که به رفته رفته به تعداد عزیزان اضافه بشه تا بتونیم در اصل برنامه رو رسما آغاز بکنیم و راجع به مسائل مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم. و اگر عزیزان احیانا حضور پیدا کردن محبت کنن در قالب کامنت های عنوان بکنن که صدا و تصویر بنده رو به چه شکل دریافت میکنن تا من هم با اعتماد به نفس بیشتری در اصل برنامه رو آغاز بکنم، چون همواره این نگرانی از بابت صدا و تصویر برای من وجود داره، به ویژه زمانی که لایف ها رو میخوام برگزار بکنم. خانم روحان طالبی نازنین، سلام و درود فراوان بر شما. امیدوارم که رفته رفته به تعداد عزیزان اضافه بشه تا بتونیم برنامه‌مون رو رسما آغاز بکنیم. و اینکه خب خانم طالبی، الان فکر می‌کنم شما تنها فردی هستید که کامنت گذاشتین. می‌خواستم ازتون خواهش بکنم اگر صدا و تصویر من رو خوب دریافت می‌کنید محبت کنید و اعلام بکنید تا من بدونم وضعیت به چه شکله، تا حالا برنامه رو دیگه آروم آروم آغاز بکنیم. و همینطور سایر دوستانی که به جمع ما اضافه شدن ممنون میشم. سلام و درود بر محسن بخشوده نازنین و همه عزیزانی که به جمع ما اضافه خواهند شد. صدا و تصویر عالیه، خب خیلی هم خوب. نمیدونم، حالا صبر کنیم تا به تعداد دوستان کمی اضافه بشه و بعد برنامه رو آغاز بکنیم. صدا و تصویر عالیه آقای محسن عزیز، سپاسگزارم از شما. به نظرتون شروع بکنیم یا اینکه اجازه بدیم تعداد بیشتری از عزیزان به جمع ما اضافه بشن تا برنامه رسمیت بهتری پیدا بکنیم؟ که البته بعضن در خلال صحبت‌های ما تعداد بیشتری از عزیزان اضافه میشن به جمعمون، و چون معمولا بسیاری از صحبت‌های مهم در ابتدای لایو ممکنه بیان بشه و عزیزانی که حالا در بخش‌های انتهایی لایو به جمعمون اضافه میشن ممکنه از بخشی از اون صحبت‌ها محروم بمونن. البته محروم بمونن که حالا واژه درستی نیست، ولی حداقلش اینه که قضاوت و تحلیلشون از اون لایو محدود بشه به همون تایمی که تماشا کردن. و به همین دلیل هم ما شاهد این موضوع هستیم که بعضا کامنت هایی که برای خود من میاد نشانگر این قضیه هستش که عزیزان بخشی از لایو رو دیدن بخش دیگر رو ندیدن و به همین واسطه قضاوتی که نسبت به من یا برنامه داشتن خب خیلی متفاوت بوده. برای نمونه اجازه بدید من حتی کامنت این عزیز رو بخونم. البته در این فضاهای احساسی و شرایطی که به نوعی میشه گفتش که یه مقدار همه چی غبارآلود و بحران زده میشه، معمولا ممکنه افرادی کم لطفی داشته باشن، اعتراض داشته باشن، اعتراضات خودشون رو با نوعا دشنام و توهین بخوام بیان بکنن. هیچ ایرادی نداره، به هر حال همه ما و همه ایرانی ها به نظرم باید در یک نقطه به این نتیجه برسیم که قرار نیست همه ما یک جور فکر بکنیم و شبیه هم باشیم. خب اجازه بدیم ببینم که اون کامنت خیلی جالب که برای من ارسال شده بود شب گذشته همچنان هست یا نه. یه عزیزی اومدن دیشب یا چند ساعت قبل بود فکر میکنم برای من کامنت گذاشتن که آقا شما چرا حرف نمیزنی؟ چرا هر چیزی که داری بیان میکنی در راستای منافع حکومت جمهوری اسلامیه؟ حتی شما یک نقد کوچک هم به آن چیزی که داری بر سر مردم میاد بیان نکردی. بعد خودشون مثلا شاید با یه فاصله زمانی کم یک کامنت دیگه گذاشتن، گفتن آقا شما چرا نقدایی که میکنی کسی نمیاد شما رو برداره ببره یا اذیتت بکنه یا آزارت بده؟ ببینید من متوجه نشدم واقعا نقد ایشون این بود که من چرا حرف نمیزنم یا چرا آن چیزی که میگم در راستای حمایت از جمهوری اسلامی به زعم ایشون، که البته من فکر میکنم هرگز اینطوری نبوده و نیست.
بعد از یه طرف میگن که آقا شما شده نقد میکنی نمیان ورد دارن ببرنت. خب الان شما تکلیفتو با خودت باید عزیز دل روشن کنی، ما خیلی راحت میتونیم به هم برچسب بزنیم. از یه طرف میگی چرا نقد نمیکنی، از یه طرف میگی چرا نقد میکنی و تا حالا نبردنت. خب الان شما انتظارتون از من چی بوده؟ انتظارتون این بوده که من الان مثلا ببرن تیکه تیکه کنن تا شما به این نتیجه برسی من آدم آزادی خواهی هستم؟ آخه این چه تفکریه که بعضی از عزیزان ممکنه گرفتارش شده باشن؟ ببینم که آقای مازیار عزیز، If Iran team beats United Kingdom will be advantage for Islamic Republic. نه اصلا ربطی نداره. بذارید حالا برای دوستانی که شاید انگلیسیشون خیلی هم خوب نباشه، میگن که اگر ایران انگلیس رو ببره به لحاظ جمهوری اسلامی مزیتی براش وجود خواهد داشت. اصولا ربطی به جمهوری اسلامی این موضوع نداره. ما اگر همه مسابقاتمون رو ببریم و قهرمان جام جهانی هم بشیم، که خب در شرایط فعلی تقریبا غیر ممکنه و نزدیک به یک معجزه است این اتفاق، قرار نیستش که یک حکومتی بخواد از قبل این پیروزی ها سودی عایدش بشه. بله اگر بازیکنان و مردم در راستای به قول معروف اتحاد با حکومتشون اقداماتی رو انجام بدن، قطعا میتونه به نفع اون سیستم سیاسی باشه هر نتیجه مثبتی که اتخاذ میشه. ولی اگر مردم به هر حال اعتراضاتشون رو در کنار بازی‌های تیم ملی بیان بکنن، خب طبیعتا آن چیزی که به عنوان اون فضای اعتراضی نمود پیدا میکنه و اون فاصله گذاری که بین معترضین و حاکمیت هست طبیعتا به سود حاکمیت و حکومت تموم نمیشه. حالا چه میخواد بازی با نتیجه برد به سود ایران به پایان برسه یا با نتیجه دیگری، ولی اجازه بدید من در راستای برنامه دیروزی که برای شما عزیزان داشتم توییت آقای حسن عباسی رو براتون بخونم که خیلی جالبه توییت ایشون. ایشون توییت زدن که متولی این فتنه سلبریتی های ملعون فوتبال و سینما هستند. این اختشاشات فقط در برخورد با این عوامل صهیونیستی جمع می شود. چقدر شباهت داره نگاه آقای حسن عباسی به بخشی از اپوزیسیونی که مدام دارن بازیکنان تیم ملی رو مورد نقد قرار میدن؟ جالب نیست براتون این میزان شباهت از دو گروهی که در ظاهر 180 درجه با هم دیگه فرق میکنه؟ اصلا چطور ممکنه شما یک هدف مشترک رو در قالب دو سیستم فکری متفاوت بخواید دنبال بکنید، مگر که در یک بخشی از این ماجرا نفوذ رسوخ کرده باشه، نفوذی ها رسوخ کرده باشن. پس خیلی مهمه، خیلی باید حواسمون جمع بشه. برسیم به تظاهرات دیروز، اعتراضات مردمی در سراسر دنیا که از طریق به هر حال رسانه‌های خارج از ایران هم پوشش داده شد، بی بی سی، ایران اینترنشنال، حالا بخش‌هایش رو هم من و تو و قاعدتاً تا اندازه‌ای هم وایس آف آمریکا چه در صفحات مجازیشون و چه در رسانه‌های رسمیشون این رو پوشش دادن. اما یه نکته، به ویژه شما وقتی که شبکه ایران اینترنشنال رو دنبال می‌کردین می‌دیدید که در صف اول معترضین پرچم‌هایی هست که نباید باشه، نشان تجزیه، نه تنها تجزیه خاکی است بلکه نشان تجزیه اعتقادی و اندیشه است. اگر شما، من در برنامه‌های قبل و لایف‌های قبلم هم گفته بودم، گفتم اگر اعتراضات مردم در راستای همبستگی ملیه، اگر در راستای به نوع یک اتحاد جمعی است، جز پرچم ایران هیچ پرچم دیگری نباید در این تظاهرات باشه. شما در همه تصاویری که شبکه ایران اینترنشنال و بعضن بی بی سی منتشر کردن پرچم کردستان رو به عنوان پرچم اول در صف اول اعتراض می دیدیم.
دیگه باید چطوری بفهمید که یه گروهی یه قشری هستن که آقا به دنبال تجزیه هم. و من گفتم اصلا ربطی هم به این تحرکات و اعتراض و تأخیر نداره. در سال 57 هم اینها به دنبال تجزیه بودن که حالا خوشبختانه محقق نشد. در سالهای قبل از اون هم به دنبال این موضوع بودن. اگر شما خاطرات اسدالله علم رو مورد مطالعه قرار بدید میبینید که بعضا از شاه از افراد با نفوذی که در منطقه سیستان و بلوچستان حضور داشتن حمایت میکرد، بهشون کمک‌های مالی میداد، اگر لازم میدونست حتی یک جایی کمک‌های تسلیحاتی میداد. افرادی که در منطقه کردستان عراق بودن رو به هم چنین. حتی محمد رضا شاه با امام موسی صدر رابطه نزدیک و دوستانه برقرار کرده بود، به گونه که چندین بار امام موسی صدر بعد از اینکه از لبنان به ایران اومده بود حتی به دیدار مستقیم شاه در دربار رفته بود و شاه برای او یک سهمیه سلاح و یک بودجه در نظر داشت. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکرد در اون مناطق مرزی اسرائیل اگر تنشی ایجاد بشه و یک بی‌ثباتی در اسرائیل باشه، اونها کمتر به فکر این میشن که بخوان قدرت خودشون رو توسعه بدن به بخش‌های دیگری و جغرافیای خودشون رو بخوان در حوزه‌های دیگری گسترش بدن. محمد رضا شاه بسیار هوشمندانه این کار رو داشت انجام میداد. بله نقطه‌ای ممکنه به اون سیستم باشه، به سیاست ورزی‌ها باشه، ولی به هر حال در این حوزه محمد رضا شاه در راستای حفظ یک پارچگی مملکت خیلی تلاش کردن. نقطه‌ای به محمد رضا شاه از بابت ماجرای بحرین وجود داره که حالا خیلی شاید اعتقادشون بر این باشه که اصلاً از زمان قاجاری این تفکیک صورت گرفته بود و اینها، ولی خب نه، من گونه دیگری میاندیشم. اما جدای از داستان بحرین رو اگر بخوایم بذاریم جدا و کنار بگذاریم اون ماجرا رو، حداقل در حفظ و یک پارچگی مرزهای جنوب شرقی و غربی کشور و حتی مرزهای جنوبی محمد رضا شاه خیلی قوی عمل کرد. رضا شاه حتی زمانی که تصور کرد میرزا کوچک خان ممکنه بخواد وارد یک فضایی بشه که به تجزیه بیانجامه، کمان که جمهوری سرخ گیلان رو اعلام کرد و یک پرچم سرخی رو به اهتزاز در آورد و همون سند شکست و مرگش رو امضا کرد، اینها به دنبال تمرکز قدرت بودن، به دنبال حفظ و یک پارچگی مملکت بودن و از این حیث باید واقعا حمایت کرد از اون تفکر. و حالا اگه تفکری میخواد با پرچم بلوچستان و LGBT و نمیدونم کردستان بخواد بیاد در رأس اعتراضات مردم قرار بگیره، مردم حتی خیلی هوشیار باشن. حالا این که اون پرچم ها میان در صفحه اول قرار میگیرن یه بحثه، نمایش اون یه بحث دیگه است، یعنی نشان دادن اون، ثبت تصاویر اون یه بحث دیگه است. مگه دوربین ها رو نمیشه در زاویه قرار داد که بیشتر حضور پرچم ایران رو داشته باشه؟ حالا کاری ندارم مثلا به اون آرم وسط که شیر و خورشید هست، زن زندگی آزادی هست، یا هر آرم و نشانه دیگری که باشه یا نباشه، بالاخره اون سبز و سفید و قرمزی که پرچم ماست رو دارن راجبی صحبت میکنن. وقتی مدام، وقتی تلویزیون شبکه ها رو میگیری مدام این پرچم کردستان داره تو صورتت میخوره، یعنی باید بترسی. یعنی اون معترضینی که در اون تظاهرات حضور دارن، اونا باید اون پرچم رو بکشن پایین. وقتی شما با عنوان ایرانی رفتی در یک فضایی داری تظاهرات میکنی، همه اندیشه ها باید زیر اون پرچم ایران قرار بگیره. اگر بخواد پرچم دیگه این وسط ها بیاد بالا، اون پرچم باید سرنگون شه. در غیر این صورت باید بترسید از اینکه چه ماجرایی پشت قضیه است و چه اندیشه هایی ممکنه دارن فضا رو به نفع خودشون یا به نفع جریان های فکری خودشون تغییر میده. این که شما فقط بگی آقا انقلاب، ما داریم انقلاب میکنیم، ما انقلابمون پیروز شد، ما انقلابمون دو روز دیگه داره پیروز میشه، ما انقلابمون فلان میشه، انقلابی که بخواد نتیجهش بشه پرچم کردستان و بلوچستان و الاهواز و کوفت و زهرمارای دیگه، اون انقلاب اصلا انقلاب نیست، اون دشمنی با وطنه. میخوای انقلاب کنی، من بارها گفتم انقلاب چارچوب خودش رو داره، کاتگوری خودش رو داره.
انقلاب رهبر میخواد، برخلاف اون چیزی که دارن راجبش تو رسانه های اونور صحبت میکنن که آقا انقلاب، این انقلاب رهبر نداره، مردم خودشون رهبر خودشونن. مگه ممکنه یه همچین چیزی؟ مردم به هر حال، حتی شما در خود ایالات متحده مگه شاهد این موضوع هستی که مثلا مملکت بدون رئیس جمهور بتونه ادامه پیدا بکنه، حیات سیاسیش رو ادامه بده؟ شما تصور بکنید مردم هر کدوم از این ایالت ها یک دیدگاه و نظر و تفکری داشته باشن، بدون رئیس جمهور چطوری میخوان مملکتشون رو اداره بکنن؟ شما در کدوم نقطه از جهان دیدید که مملکت بدون یک به هر حال رئیس جمهوری، بدون یک نخست وزیری، بدون یک قاعده قانونی بتونه به حیات خودش ادامه بده که آقا مردم خودشون دارن مملکت رو اداره میکنن؟ این شکلی که نمیشه مملکت اداره کرد. مملکت انقلاب رهبر میخواد، حداقل رهبری باشه که بخواد این جریان رو هدایت بکنه یا منظم بکنه، انسجام بهش ببخشه. یک تیم فوتبال ساده که 11 تا بازیکن داره سرمربی میخواد. اگه سر شما، ما شاهد این موضوع بودیم، یه تیم فوتبال با 11 تا بازیکن که همشون هم ممکنه به لحاظ تکنیکی فنی قابلیت‌های بالایی داشته باشن، این اگه یه سرمربی خوب بالا سرشون نباشه، یعنی ما داریم حتی راجع به این صحبت میکنیم که یک سرمربی خوب بالا سرشون نباشه، این امکان رو داره که برن با ضعیفترین تیم ها مسابقه بدن و بدترین نتایج رو کسب کنن. شما بیاید همین در تیم ملی خودمون اسکوچیچ و کیروش رو در کنار هم قرار بدید. کیروش یک سرمربی کاریزماتیک، یک سرمربی قدرتمند، کسی که بسیار به دیسیپلین و نظم تیمی اهمیت میده، بازیکن‌ها به خودشون جرأت نمیدن که بخوان در برابر کارلوس کیروش قد علم بکنن یا بگن ما تمرین نمی‌کنیم یا نمی‌خوایم این شکلی تمرین کنیم یا اونجا نمی‌خوایم تمرین بکنیم، با این تیمه نمی‌خوایم بازی بکنیم. معنی نداره در تیم کیروش همچین چیزی. و وقت می‌بینیم میره با اوروگوئه با تمام به هر حال امکانات و بازیکنانش مساوی میکنه، میره با فرض مثال سنگال با همه امکاناتش مسابقه میده و بازی رو مساوی میکنه. و تیم آقای اسکوچیچ رو میبینید که ممکنه مثلا بره با تیم ب یا جیم الجزایر بازی کنه که 90% بازیکناشون اولین بازی ملیشون رو داشتن انجام میدادن و 3-1 هم ببازه. پس ببینید در هر مجموعه ای، از یک اداره کوچک تا یک تیم ملی تا یک کشور تا یک انقلاب و اعتراض، رهبر میخواد و رهبر درستی هم میخواد. رهبری میخواد که بتونه این هم از یک کاریزما برخوردار باشه، هم بتونه این کاریزما رو در یک قالب قاعده مندی نشان بده و همین که بتونه مردم رو با افکار متفاوت کنار هم قرار بده. و بعد از اون تازه باید ما به این فکر بکنیم که این انقلاب، این اعتراض از چه ایدئولوژی برخوردار، ایدئولوژی که همش مذهب نیستش، که از چه مکتب فکری داره پیروی میکنه، به دنبال چیه، تبیین بکنیم، تدوین بکنیم، مسائل رو شرح بدیم برای مردم و بعد تازه میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بیان و به این جریان بپیوندن. وقتی شما شرح میدی که چه دیدگاهی داری و به دنبال چی هستی و اون مفاهیم رو برای مخاطب خودت ساده سازی میکنی و قابل فهم میکنی، مخاطب میتونه تصمیم بگیری که با جریان اعتراضی شما همسو باشه یا نباشه، به این انقلاب بپیونده یا نپیونده، به این دگرگونی اعتماد بکنه یا نکنه. طرف اومده اسم خودش هم کارشناس سیاسی گذاشته نشسته، آقا اصلا انقلاب رهبر نمیخواد، این یک انقلاب مدرنه، این انقلاب جدیده، این میشه آنارشی، این میشه اینکه همه رو به جون همدیگه میندازید، این میشه که پرچم کردستان لالوی پرچم ایران میاد بالا، پرچم بلوچستان رو یکی دیگه علم میکنه، یکی دیگه میگه آقا من همجنسگرام، من میخوام بیام رهبر شم. این شکلی نیست. همه بجز تجزیه طلبان که به هر حال به اعتقاد من هر ایرانی با هر دوز وطن پرستی و شرف نمیتونه بپذیره حضور اینها رو، و اگر کسی افکار تجزیه طلبانه رو به رسمیت بشناسه باید به ایرانی بودن خودش شک بکنه، به جز اون هر تفکری در صورتی که اکثریت غالب آرای ملی رو داشته باشه میتونه بیاد حاکم بشه. اصلا مشروعیت حکومت ها از آرای مردمشونه دیگه. اگر مردم یک حکومتی رو نخوان، اصلا حکومت خوب، حکومت همه چی تموم،
حکومت مشروعیت سیاسی نداره دیگه. آنچه که امروز به عنوان حکومت الان در ایران مستقر هست از حکومت علی ابن ابی طالب که دیگه بالاتر نیست. اصلا ما میگیم آقا اینا 0 تا 100 هم دارن مبانی اسلام رو رعایت میکنن و اجرا میکنن که نمیکنن. ولی اصلا فرض رو بر این بگذاریم، مولا علی وقتی که دید که مردم نمیخوانش کشید کنار، قدرت شمشیرزنی نداشت، کسی توان رویاروی با ایشون داشت، آدم کاریزماتیکی نبود، قدرت معنوی نداشت، همه اینا رو داشت ولی گفت آقا نمیخوان. و بعد هم گفت آقا چون این خلافت بر این مردم از آب دهن یکی یا آب بینی یک بز برای من بی‌ارزش داره، و بعدم به زور اووردنش دوباره کردنش خلیفه. همونایی که در زمانی که به قول معروف شد حق ایشون بود که به خلافت برسه به فرد دیگری رأی دادن. دیگه دموکراسی از این بالاتر میخواید؟ اما وقتی ما داریم راجع به آرای اکثریت صحبت میکنیم، اون اکثریت باید در زمان اعتراضشون بسیار هوشمند عمل بکنن. اون اکثریت اگر قرار باشه بین خودشون پرچم کردستان و بلوچستان و الاحواز و آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی و نمیدونم شرقی و غربی بخوان به اهتزاز در بیارن، اون اصلا اکثریت به درد نمیخوره. و من از این تعجب میکنم رسانه هایی که خودشون رو اپوزیسیون مینامند، رسانه هایی که خودشون رو حامی حقوق ملت ایران مینامند، چگونه به خودشون واقعا اجازه میدن تصویر وسیع از پرچم کردستان رو به نمایش در بیارن. به هر حال بحث دروازه‌بانی خبر که محدود به رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. بحث دروازه‌بانی خبر یکی از اصولی است که هر رسانه‌ای در هر نقطه‌ای از جهان ازش بهره میبره به نفع مقاصد و منافع اون رسانه. یعنی شما نمیتونستید پرچم کردستان رو نشان ندین، شما نمیتونستین پرچم بلوچستان رو قاطی پرچم مردم در اعتراضاتشون در کشورهای مختلف به نمایش نگذارین. پس اینجا باید با نگران این رسانه ها بود. این که من دارم میگم این رسانه های اپوزیسیون قابل اعتماد نیستند به این معنی نیستش که رسانه های داخلی قابل اعتماد هستند. بعضی گیج نشن، گیج نخورن. ما در یک شرایط خاصی هستیم و باید سعی بکنیم که بسیار آگاهانه عمل بکنیم. شاید خیلی ها بگن که آقا شما به جایی که به انقلاب مردم به پیوندی داری این حرفا رو میزنی، اتحاد رو به هم میزنی. اتحادی که با تجزیه طلب بخواد شکل بگیره اتحاد نیست، انفکاکه. من نمیخوام با تجزیه طلب در یک کاسه قرار بگیرم. حالا که نمیخوام در یک کاسه قرار بگیرم، پس هر جایی که در هر اعتراضی که پرچم تجزیه طلبانه به اهتزاز در بیاد اون پرچمه رو میکشن پایین. وقتی ما ایرانی میدونیم خودمون رو، وقتی ما ایرانی هستیم پرچم ایران باید به اهتزاز در بیاد. شیر و خورشید اشکال نداره، نام پرچم ایران بر روشه، اون پرچم باید به اهتزاز در بیاد. سبز و سفید و قرمز بدون آرمان شانه است، اسمش پرچم ایران، اون پرچم باید به اهتزاز در بیاد. آرم زن زندگی، زن زندگی آزادی روشه، اون پرچم باید به اهتزاز در بیاد، نه پرچم کردستان، نه پرچم بلوچستان، نه پرچم آذربایجان جنوبی و شمالی و کوفت و زهرمار. امثال الهام علیوف ها، بارزانی ها و هر فرد دیگری در هر گروهکی که خودش رو سردمدار استقلال میدونه باید حواسش رو جمع بکنه. ما باید به گونه‌ای رفتار بکنیم اگر قرار هست راجع به اتحاد صحبت بکنیم، این اتحاد باید در قالبی خودش رو نشون بده که آقای الهام علیوف جرأت نکنه در اجلاس سمرقند، در خاکی که روزگاری سرزمین ما بوده، بیاد از 40 میلیون
باکویی ساکن در ایران حرف بزنه. شما فکر کردید اونا مثلا 2 سال پیش آقای الهام علیوف، 10 سال پیش آقای الهام علیوف جرأت یک همچین چیزی رو داشت؟ اونا به محض اینکه احساس میکنن فضا فضایی است که میشه اومد جلو و یه حرفایی رو زد، یه کارایی رو کرد، میان جلو. من در همون شهریور 20 و در همون دورانی که ایران تحت اشغال متفقین بود میبینیم که پیشوری سر و کلش پیدا میشه و چقدر خوب که سرکوب میکنه حکومت پهلوی پیشوری رو. ایرانی بودن ربطی به اینکه شما طرفدار چه حزبی هستی نداره. ایرانی بودن سلطنت طلب و توده‌ای و جمهوری خواه و فلان و بهمان نداره. یا ایرانی هستیم یا ایرانی نیستیم، یا وطن فروشیم یا وطن فروش نیستیم. دیگه بقیه ماجرات میگم چیزایی است که در خانواده خودمون باید بهش بپردازیم. من این داستان رو یک بار گفتم، بار دیگر هم اجازه بدید که ذکر بکنم. در سال 1325 به هر حال جنگ جهانی تازه به پایان رسیده بود، شرایط ایران به شدت شرایط بحرانی بود، حکومت همچنان به دنبال تثبیت قدرت خودش بود، محمد رضا شاه جوانسال تجربه سلطنت کردن رو نداشت و بسیار شخصیت دموکراتی در اون دوره محسوب می شد. هوشمندی که محمد رضا شاه کرد این بود که از نخست وزیرهای با تجربه استفاده کرد، از سیاستمداران کارکشته به عنوان نخست وزیر خودش بهره جست. یکی از اونها قوام السلطنه بود. قوام السلطنه ممکنه نسبت بهش نقدهای زیادی در تاریخ سیاسی ایران وجود داشته باشه، کما اینکه برادر بزرگترش وثوق الدوله که قرارداد ننگین 1919 رو امضا کرد هم از این امر مستثنا نبود. ولی قوام السلطنه یک پارچگی کشور ما رو عملا حفظ کرد. چگونه براتون توضیح میدم. زمانی که قوام السلطنه به قدرت رسید یک حزب رو ایجاد کرد در ایران با اسم حزب دموکرات ایران. این حزب دموکرات ایران عملا در راستای تقابل با حزب دموکرات کردستان و آذربایجان و گروهک‌های تجزیه طلب دیگری بود که داشتن تلاش‌های خودشون رو در اون دوره می‌کردن و از ضعف بنیادین ایران بعد از پایان جنگ جهانی دوم سوء استفاده می‌کردن. به واسطه اینکه قوام السلطنه وضعیت رو بحرانی می‌دونست، اومد از چپ‌ها هم استفاده کرد. حتی در کابینه خودش تعدادی از اونها رو که حالا به هر حال وطن پرست میدونست، گرچه گرایش هاشون ممکن بود گرایش های چپ باشه، رو اوورد و بهشون مجال فعالیت داد و بعد به شوروی رفت. در دی ماه اگر اشتباه نکنم به مسکو رفت. استالین بعد از شکست آلمان ها و در اصل از بین رفتن قدرت سیاسی و نظامی آلمان در پایان جنگ جهانی دوم و میشه گفت ناکاموندن تفکرات فاشیستی موسولینی در ایتالیا، خودش رو سرآمد رؤسای جمهور و یکی از قدرت‌های بزرگ جهان میدونست. به همین دلیل روزی که قوام السلطنه وارد فرودگاه مسکو شد، برخلاف اون پروتکل‌های مرسوم از او در کاخ کرملین پذیرایی صورت نگرفت و خود رئیس جمهور هم به استقبال قوام السلطنه نیامد. شب اول در یک محفل مهمانی که خود روس‌ها تدارک دیده بودند، قوام السلطنه تمام اعضای هیئت دولتش رو توی اتاقش جمع می‌کنه. میگه قبل از اینکه در این محفل مهمانی حضور پیدا بکنید، یکی یه قالب چره باید بخورید. وقتی میگن که خب چرا باید این کارو بکنی، میگه به خاطر اینکه روس‌ها عادت دارن مهمانان دیپلمات خودشون رو مست میکنن و مدام بهش شراب تعارف میکنن و اگر شما دعوت اونها رو نپذیرید و لبیک نگید، از نگاه اونها یک بی احترامی صورت گرفته، پس بنابراین ممکنه شما در این شب مجبور بشید که
گیلاس های متعددی رو بنوشید و برای جلوگیری از مست شدنتون حداقل این قالب کره رو بخورید، چون اونها دقیقا در همین اتفاق که وقتی شما به مستی میرسید شروع میکنن تخلیه اطلاعاتی کردن. روز بعد در کاخ کرملین قوام السلطنه به دیدار استالین میره. خب استالین همه میدونیم که عادت داشته پیپ میکشیده و قوام السلطنه یک کارخونه تولید سیگار داشته در لاهیجان که تنباکوهای بسیار خاصی داشته و اصلا سیگارهای خود قوام رو هم همین کمپانی ایرانی در از تامین میکرد. وقتی که قوام السلطنه اعضای هیئت دولت خودش رو به استالین معرفی میکنه، استالین همینطور که پیپ میکشیده و دود پیپ رو به صورت قوام میداده به نشانه این که من تو رو از خودم خیلی سطح پایین تر میبینم، ازش دعوت میکنه که بنشینه و مذاکره رو آغاز بکنه. میخوام بهتون هوشیاری مقامات سیاسی ایران در اون دوره رو عرض بکنم. قوام السلطنه جعبه سیگار خودش رو باز میکنه و یک نخ سیگار بر میداره، همراهش میاد کبریت بهش بده، یعنی میاد که سیگارش رو روشن بکنه. قوام السلطنه با دست اشاره میکنه که این کار رو نکن. صورت خودش رو نزدیک صورت استالین میبره، میگه لطف کنید با پیپ خودتون سیگار من رو روشن کنید. یعنی جواب اهانت استالین رو به این شکل قوام السلطنه میده. استالین شوکه میشه و متوجه میشه که با یک سیاستمدار کارکشته طرفه. به هر حال اونایی که علاقه من به تاریخ هستن میدونن که قوام السلطنه نامه مشروطیت رو که بعدها به امضای مظفرالدین شاه درآمد رو به دست خط خودش نوشته بوده. یعنی یک سیاستمداری بوده که در اون زمان در سطح بالای مملکت ایران فعالیت داشته. به قدری عطر سیگار قوام السلطنه فضای کاخ رو پر میکنه که استالین هوس میکنه از سیگار قوام بکشه و میگه میتونم خواهش کنم منم یه دونه از سیگار شما داشته باشم. و به هر حال حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، نهایتا بعد از مذاکراتی که شکل میگیره استالین میگه که شما چی میخواید از من؟ در اون زمان تا نزدیکی های قزوین قوای روس نیرو گذاشته بودن و شما اگه از قزوین میخواستی برید زنجان باید یک تذکره یه چیزی دستت بوده، یک نامه‌ای به عنوان گذرنامه دستت میبوده. عملا ایران جدا شده بوده است، یعنی در اصل عملا بخش‌های شمالی خاک ایران رو اینها جدا کرده بودن و خودشون مسلط بودن. حالا فکر کن تو همین دوران پیشه‌وری هم اومده داره ادا اطوار در میاره در شمال غرب کشور. قوام السلطنه میگه ما بخشی از امتیاز نفت شمال رو به شما واگذار میکنی، شما هم در عوض نیروهای خودت رو از خاک ایران خارج کن، نیروهای نظامی خودت رو. نهایتا به این نتیجه میرسن استالین نیروهای خودش رو بعد از یکی دو ماه چند ماه از خاک ایران به صورت کلی خارج میکنه، پیشه‌وری به اون سرنوشت شوم و اون مسئله گرفتار میشه که حقش بود. و آنچه که از امتیاز نفت شمال وعده قوام السلطنه به روسیه بود هم محقق نمیشه. پس بنابراین میخوام بهتون بگم که یک جای قصه است که ما دیگه کی خوبه کی بده، من طرفدار جمهوری خواهم اون طرفدار توده‌ای اون یکی سلطنت طلبا رو قبول داره، دیگه ما از این فضا خارج میشیم. یه جای قصه بحث ایران و ایرانی بودنه، یا ایرانی هستی یا وطن پرست هستی یا نیستی. این اعتراضاتی من اتفاقا از آقای حامد اسماعیلیون انتظار دارم، ایشون به هر حال فراخوان رو ایشون صادر کردن، ایشون باید بیاد رسما اعلام بکنه که آقا جون اعتراضاتی که بخواد پرچمی بجز پرچم ایران درش به اهتزاز در بیاد رو ما به رسمیت نمیشناسیم و اجازه بلند شدن چنین پرچمهایی رو هم نخواهیم داد. دیگه ساده تر از این که دیگه نمیشه گفت. هی حالا شما بیا بگو آقا ما که قصد تجزیه نداریم، ولی شما نگاه میکنی ببینی تو اون رسانه کوفتی همینطور پرچم کردستان بک‌گراند قضیه است و حالا یه سری هم دارن شعارهایی رو میدن.
اصلا فرض کنید یه سری آدم نفوذی پیدا شدن، رفتن اعتراضات رو از مسیر خودش منحرف بکنن. شما مردم باید آگاه باشن و اجازه ندن، ولی کاری نداره، هر آدمی میتونه هر پرچمی رو بگیره دستش، ولی این پرچم ها نشانه است، نمادهایی است از تفکرهای خاصی. همونطور که پرچم شیر و خورشید مثلا نشانه ایرانیت یا برای بعضی نشانه سلطنت طلب بودن شاید تلقی بشه، پرچم کردستان هم نشانه خودش رو داره، البته پرچم جعلی کردستان. پرچم جعلی بلوچستان هم داره یک نشانه ای رو به شما منتقل میکنه. این خیلی مهمه، دلم میخواست حتما راجبش با تون صحبت بکنم. حالا ممکنه یه عده‌ای بیان بگن که آقا تو مزدوری، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی. آقا اگر مزدور بودن اینه، من مزدورم، بله، اگر مزدور بودن اینه که من بگم که آقا ایکس و ایگرگ رسانه وطن پرست ایران اینترنشنال که بودجت رو معلوم نیست از کجا داری تامین میکنی، اون پرچم کوفتی کردستان و بلوچستان رو نزن، اگه این مزدور بودنه، بله من مزدورم، شما هم باشید لطفا. و نکته دیگه‌ای که میخواستم بگم برمیگرده به حضور تعدادی از بانوان هنرمند که به هر ترتیب دیروز کمی راجبشون صحبت کردم و خب امروز دلم میخواد مفصلتر راجب این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. حتما من به کامنت های شما هم میرسم، اجازه بدین فقط منعقد بشه کلام خودم در نیمه دوم لایف، حتما من پاسخگو و خواننده کامنت های شما هم خواهم بود. خب خانم الهام پاوه نژاد دیروز تصویری رو از خودشون بدون حجاب و بدون اینکه کلامی رو بخوان بیان بکنن اظهار به قول معروف منتشر کردن با یک چهره غمگین، و اعتراض میتونه در همین حد انسانی، مدنی و درست باشه، امام پرانی اعتراض نیست. دختر مردم رو کتک زدن به معنی تامین امنیت نیست. خانومی که رفته توی پاساش خرید بکنه با کتک بیاریش بیرون، آقای نیروی امنیتی، این به معنی این نیستش که شما به دنبال تثبیت امنیت هستید. این شکلی نمیشه گفتگو کرد، فضای گفتگو در این فضا و در این شرایط باز نمیشه. از هر دو سو ایراداتی وجود داره. این که شما بیایی با الفاظ رکیک در یک جمعیتی به هر شخصی، اصلا ما کاری نداریم به کی، اصلا آدم خوبیه یا آدم بدیش هم کاری نداریم، این که شما بیایید 500 نفر 600 نفر رو دور خود جمع کنید، رکیک ترین الفاظ رو به کار ببرید نسبت به هر فردی، این به معنی اعتراض نیست، این به معنی آزادی بیان نیست، این ضد ارزشه، این ضد همون ارزشی که شما داری براش اعتراض میکنی. پس بنابراین باید حواس همه ما جمع باشه. این یه نکته. نکته بعد این که به هر حال میبینیم که خانم رخشان بنی اعتماد اومدن پستی رو منتشر کردن، حجاب از سر برداشتن، در کشور خودشون هم هستن، این خیلی مهمه. این که رئیس فدراسیون بوکس پشه بره پناهنده یک کشور دیگه بشه بعد بگه که آقا من میخوام صدای مردم ایران باشم، نه عزیزم، شما میخوای صدای مردم باشی، بیا تو کشور خودت صدای مردم باش. میخوای اعتراض مردم ایران رو منعکس بکنیم، بیا در کشور خودت این کارو بکن. نباید بعضی واقعا دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن برای اینکه برن پناهندگی های خودشون رو تثبیت بکنن، برای اینکه برن زندگی بهتر خودشون رو در نقطه دیگری بسازن. اینم هستا. نکته بعدی این که به هر حال خانم رخشان بنی اعتماد، خانم پاوه نژاد، خانم هنگام قاضیانی که دیشب دیگه در خیابان اعتراض خودشون رو به اون شکل نمادین عنوان کردن، اینها همه در کشور خودشون هستن، احتمالاً پای هزینه هایی هم که متحمل میشن ایستادگی میکنن، پای کار نکردنشون، درآمد نداشتنشون،
و تهدیدهای دیگری که ممکنه براشون باشه هم وایسادن. اما خیلی خنده داره، اما خیلی خنده داره که خبرنگاران بی بی سی فارسی، خبرنگاران من و تو و خبرنگاران ایران اینترنشنال، که حالا ایران اینترنشنال میگه به ما ویزا ندادن، ولی به خبرنگاران ایرانی بی بی سی فارسی و من و تو ویزا میدادن، مشکلی از این حیث نداشتن. اونها به بهانه اینی که ما میخوایم همراه مردم باشیم در جام جهانی حضور پیدا نمیکردن. البته خب مدیر ارشد بی بی سی اعلام کرد که ما خبرنگاران بی بی سی فارسی رو به دلیل اینکه مشکلات امنیتی وجود داره ترجیح میدیم که از جانشون حراست بکنیم و اونها رو به قطر اعزام نکنیم. اما من با خود خبرنگارا کار دارم. شما که به مردمی که داخل ایران هستن مدام دارید میگید که فلان کار رو کنید، قیام کنید، مردم ایران برید اینجا، مردم ایران برید در حمایت از فلان شخصیت سیاسی جلوی اون بیمارستان وایسید، مردم این کارا رو بکنید، مردم تو این فضا حضور پیدا بکنید، شما حتی حاضر نیستی در یک کشور دیگری که نزدیک به کشور ایرانه و به هر حال روابط حسنه سیاسی بین رؤسای اون دو کشور وجود داره حضور پیدا بکنید. شما در این حد هم حاضر نیستید هزینه بدید، ریسک هزینه کردن برای خودتون رو هم حاضر نیستید بپذیرید. چگونه کف خیابونای تهران انتظار دارید مردم طبق فرمایش شما عمل بکنن؟ اگر راجع به شجاعت داری صحبت میکنم خانم هنگامه قاضیانی، ممکنه هزار و یک جور اتفاق هم سرش بیاد، ولی در کشور خودش در همین تهران این کار رو کرد، خودش هم میاد پست میذاره که آقا ممکنه این آخرین پست هم باشه. شما کجایید؟ شما چی کار دارید میکنید؟ شما حتی حاضر نیستید از 400-500 کیلومتری اون سر مرز ایران هم عبور بکنید، چون ممکنه تهدیدتون بکنن یا ممکنه یه اتفاقی براتون بیفته، ولی نشستید برای مردم ایران دارید نسخه میپیچید. بابا حداقل شماها خفه شید. مگه نمیگید مردم خودشون میدونن بعد چی کار کنن؟ صفر تا از روز صفر تا امروز که روز اول جام جهانی خواهد بود هی گفتید فوتبالیست‌ها چرا اینجوری نمی‌کنن، چرا بازیکن‌های تیم ملی اونجوری موضع نمی‌گیرن، چرا نمی‌دونم این رفتار از خودشون نشون نمی‌دن، پس اینا بی غیرتن، پس اینا بی شرف. آقا شما که شرف و غیرت دارین، شما پشید برید، نمی‌خواد ایران هم نمی‌خواد برید، پشید برید تو قطر اعتراضات مردمی رو از قطر بیاد پوشش بدید. چرا نمی‌ری؟ برید دیگه. بالاخره اگه هزینه است همه مردم باید هزینه بدن. نمیشه شما تو لای پشم شیشه خودتون رو حفظ بکنید جلوی در ساختمون رسانتون 30 ماشین پلیس مستقر باشه که خدای نکرده گزندی بهتون وارد نشه، ولی مردم کف خیابون هزار و یه جور گرفتاری دارن. این یه نکته. نکته دیگر این که خب پس از ماجرای بانوان گرامی هنرمندی که دغدغه‌مند هستند، شریف هستند و بسیار موقرانه و نجیبانه اعتراض خودشون رو بیان کردن، اعتراض خودشون رو به محدودیت‌ها، به عدم آزادی، به جدی نگرفتن اعتراضات اعلام کردن و پای اعتراضشون هم مطمئن باشید که ایستادن. ورزشکاران ما به همین شکل. من پرسپولیسی هم، خیلی ها میدونن، ولی دیشب وقتی که پیروز قربانی رو دیدم که پیروز قربانی به هر حال بازیکن با سلامتی بود همیشه، که عشق می‌ریخت و اعتراض خودش رو به این صورت اعلام کرد، خیلی ناراحت شدم.
ببخشید. خیلی نگرانم. مردم گرفتار یک حکومت جهل زده و یک اپوزیسیون فریبکار هستن و هممون گرفتاریم، نمیدونیم بعد چه کار کنیم. اصلا کی داره درست میگه؟ دیروز مهدی طارمی آمد و در ابتدای صحبتش اعتراض خودش رو اعلام کرد. اعتراض خودش رو اعلام کرد که به هر حال، یعنی اعتراض که نه، تسلیتش رو نسبت به اتفاقاتی که اخیراً رخ داده بیان داشت، ولی اصلاً اون پوشش داده نشد یا اون گونه که باید مورد توجه قرار نگرفت. تازه وقتی حسین حسینی هم آمد و به هر حال گفتش که ما هم همدل و همسو و همراه با مردممون هستیم، باز هم خیلی آمدن دوباره دشنام دادن که آقا شما اصلا نباید میرفتی جام جهانی، شما باید این کارو میکردی اون کارو میکردی. آقا ما ایرانیم، ما اگر جام جهانی نمیرفتیم انگلستان، آمریکا، ولز و همه دنیا به ریشمون میخندیدن، میگفتن از ترسشون نیومدن. ما خواهیم رفت، بهترین بازیمون رو هم خواهیم کرد و امیدوارم نتیجه‌ای بگیریم که درخور و شایسته نام ایران باشه. کاری به این موضوع ندارم. در هر صورت بازیکن‌ها، فوتبالیست‌ها دارن اعتراضاتشون رو تا اونجایی که در توانشون هست بیان می‌کنن. و من همچنان معتقدم که شما به زودی توسط بازیکنان تیم ملی ایران سورپرایز خواهید شد. من مطمئنم که رسانه‌های دنیا، چه داخلی و چه خارجی، چه فارسی زبانانی که آن سوی مرز خودشون رو حق طلب و ایران پرست معرفی میکنن، چه صدا و سیمایی که صفر تا صد شده سانسور، اینها سورپرایز خواهند شد. اون موقع میخوام ببینم که افرادی که امروز برای پیروزی انگلستان دعا میکنن، افرادی که امروز بازیکنان تیم فوتبال رو بیشرف خطاب میکنن، اون روز جرأت این رو دارن که یک کلمه حرف بزنن، اون روز میتونن به خودشون اجازه بدن و وجدانشون رو واقعا میتونن بیدار بکنن نسبت به آنچه که پیش از اون اتفاق افتاد و اون حرفا و حدیثا و فحاشیایی که نسبت به یه تعدادی جوان ایرانی و خانواده هاشون کردن که ورزشکارن و رفتن در قالب یک تیم ورزشی نام کشورشون رو زنده بکنن. بریم به کامنت های شما برسیم. خب خیلی کامنت زیاد، امیدوارم مازیار خانلری، بله گفتن در نیست از اینجا جدا بشن و کشوری مثل عمان داشته باشن. این یکی از همون موارده، توجیه و اینکه خب چرا نباید اونها هم آزادن که انتخاب بکنن میخوان تو ایران باشن یا نه. ایران یک هویته، فقط یک جغرافیا نیست. شما اگر به دنبال تغییر هستین، به دنبال تغییر وضعیت سیستان و بلوچستانی ها در جغرافیای ایران باشید، ولی جدا شدن و تجزیه شدن که کاری نداره. الان فکر کردید پاکستان چه خبره؟ چرا شما عمان رو مثال میزنید؟ شما تصور میکنید الان پاکستان که هم مرز ایران در همون استان سیستان و بلوچستان هست چه وضعیت درخشانی مگه داره؟ اگر به دنبال تغییر هستین، نباید به دنبال تغییر مرزها باشین، باید به دنبال تغییر وضعیت ایرانی ها در چارچوب جغرافیای مرزشون باشید. نه، اگر زمین و زمان در سیستان و بلوچستان سنگ هم بشه، من موافق تجزیه خاک کشورم نیستم. رضا: درود جناب آقای پوری عزیز، درود بر شما. افشین جوادی: تا
داداش شما تهران زندگی میکنی، خبری از مرزنشین ها نداری، آب نداریم واسه خوردن. تغییر باید به سمت اصلاح بسیاری از مسائل باشه. کمبود آب متوجه مرزنشینای ما فقط نیست، ما حتی در مرکز ایران هم زمانهایی رو داریم به ویژه در تابستون که آب قطع، ساعتها قطع میشه. هیچ بعید نیست در همین تابستون سال آینده حتی آب تهران هم ساعتها قطع بشه. به هر حال ما کشورم با کمبود آب مواجهه. اگر نون هم ندارید بخورید، اگر از گرسنگی مردید هم ایران باید ایران بمونه. ملودی درود بر شما. آتیستا گفته سلام و صبح بخیر. محسود گفته درسته که نمیدونم حالا چی درسته. کوروش گفته که بی شرف ساندیس خور. بله ممنونم از آقای کوروش عزیز. زهرا زمانی یا زارا زمانی گفتن که هیچ شهری نباید جدا بشه، ما ایران یک پارچه میخواییم و مشکل ما تنها حجاب نیست، مشکل اصلی نظام فاسد هست، عبور باید کرد و به پیروزی نهایی برسیم. تا زمانی که این الدنگایی که میان کامنت میذارن که نمیدونم مردم سیستان حق ندارن فلان کنن یا بهمان کنن، من موافق نیستم. سوال گفته که جناب بله تجزیه طلب هم هست، البته در مقابل خیلی عظیم مردم، اتفاقا در اوج همبستگی ملی در این مدت. بله اینترنشنال شیطنت هم میکند، مردم اعتراض نکنند و در داخل کجا این مسائل هست؟ چرا نگرانی سخن میگی؟ معلومه که نگرانم. وقتی که ببین رسانه ها کارکردشون چیست، رسانه که روز اول نمیاد بشینه کت شلوار و کرواتن طرف بندازه بگه که عزیزان ما میخوایم یه تکه از خاک ایران رو جدا بکنیم، شما بیاد به ما بپیوندید. اونها با المان ها و نشانه های تصویری میان در ذهن شما نهادینه میکنن که آقا حالا شاید هم گروهی باشن که بخوان تجزیه شن و شاید اگر تجزیه شن زندگی راحت تری داشته باشن. همینطوری شما رو میان بازی میدن، بعد به اینجا میرسید. همونطوری که اگر 3 سال پیش کسی به شما میامد میگفت، 4 سال پیش کسی به شما میامد میگفتش که روزی از این تیم ملیت ممکنه متنفر بشی که در جام جهانی حضور پیدا کردی، میگفتی آقا من جونم امیدم تیم ملی موفق باشه. ولی الان خیلی راحت داری دوشنام میدی، همه الان داری آرزوی موفقیت میکنی برای تیمهایی که مقابل ایران قرار گرفتن. ذهن شما رو همین شکلی تغییر میده. زهرا زمانی نازنین گفته که عبور از جمهوری اسلامی وظیفه ملی و مهمترین و بهترین عبادته. حالا این نگاه شماست، من معتقدم تغییر به سمت درست شدن باید رخ بده، نه تغییر به نفع تغییر. میدونید شاپور بختیار یه حرف جالبی رو در روزهای پایانی نخست وزیری زد، گفتش که آقا شما میخواستید زندانی سیاسی نباشه، زندانی سیاسی آزاد شدن. شما با مساواک مشکل داشتید، مساواک رو منحل کردید، آزادی نبود، آزادی هم بهتون دادید، دیگه مشکلتون چیه؟ انقلاب اگر به نفع ترویج و اشاعه عدالت و آزادی باشه درسته، اما اگر انقلاب برای انقلاب صرفا بخواد اتفاق بیفته، یعنی دگرگونی به نفع دگرگونی منهای این که در آینده قراره چه اتفاقی رو شاهدش باشیم، این که دیگه اصلا منطقی باشش نیست. علی مقصودی گفته که اعتراضات تبدیل به اختشاش کور شده و بدون سر است، به جایی نمیرسد. حالا اینم نظر آقای علی مقصودی است. زارا فکر میکنم به نظرم تلفظ مناسب تریست. زارا زمانی گفتن که وجدان و شرف و غیرت بقیه کجاست؟ اتحاد تا پیروزی وظیفه تک تکمونه، به مردم بپیوندیم. سوال: همه این حرفا از یک چیز نشأت میگیره، فهم و شعور برای تصمیم جمعی مردم قائل نبودن، خود را راهنمای مردم دانستن و ایراد به رفتار جمعی جامعه. در ضمن تاریخ و تحریف نفرمایید، دموکراسی یک واژه دوران مدرن است. من تاریخو تحریف نکنم،
دموکراسی کی گفته که یک واژه دوران مدرنه؟ دموکراسی ریشه گرفته از همان اندیشه های سیاسی عصر یونان باستانه. کجا شما اومدید واقعا؟ دانشتون رو نمیدونم از کجا به آریه گرفتیم. ابراهیم صدیقی گفتن که گم شو بابا، ایک بیریه بد ترکیب، سایبریه خواهد. اینم نظر آقای ابراهیم صدیقی نازنین هست. بله. علی مقصودی گفته که ایران من این روزها بگذرد، ملت بزرگ ایران ناملایمات روزگار زیاد دیده است. سوال گفته که جناب استاد ایران، جناب استاد، من منظورشون البته کنایه آمیز، فکر نکنید به بنده لقب محترمانه استاد رو دادن. ایران فقط خاک نیست، مردمش هم هست. این مردم علاقه و عشق به این خاک دارن که حتما دارن و برایش جان میدهن و با وطن دوستی آنها یا به وطن دوستی آنها شک داریم، به همین خاطر باید با چوب بالای سرشان نابودش کنن. نکنن. متوجه نشدم خانم یا آقای سوال. چیزی که من دارم میگم منافاتی با وطن پرستی مردم نداره. قاعدتا اکثریت غالب مردم ایران وطن پرست هستن و به فکر حفظ و یکپارچگی خاکشون هستن، ولی از یک نقطه هم ممکنه گروه هایی باشن یا کشورهایی حتی باشن که به دنبال تجزیه ایرانه. کمان که وقتی بحرین رو از ایران جدا کردن، مگه مردم ما وطن پرست نبودن؟ مگه مردم ما بود تمایل داشتن که خاکشون از خود کشورشون جدا بشه؟ آقای پزشکپور فکر میکنم که نماینده پانیرانیست مجلس شورای ملی بودن، سخنرانی بسیار پرتم تراقی رو در همون ایام در سال 1350 انجام دادن در حضور آقای اردشیر زاهدی که وزیر امور خارجه وقت بودن. و جالبه که این اتفاق و این روز خاص در خاطرات اسدالله علم هم ثبت شده و علم میگه من خودم بغض کردم و محمد رضا شاه از طریق رادیو داشتین سخنرانی رو میشنید. این منطقه به اسم وطن پرستی، این مغلطه به اسم وطن پرستی یا هر حرکت آزادی خواهی و یا طلب حق ملی مخالفت کردن، ظاهرا استان شما متوجه نمیشم، فکر کنم بعد یه مقدار بهتر بنویسید. شما این ملت را مردم خائن تجزیه طلب دیدید. من نه عزیزم، شما فرافکنی نکنید. اتفاقا مغلطه که غلط، مغالطه درسته، شاید حداقل واژه ها رو درست به کار ببرید. اون سفسطه هست، بعضی ها مغلطه رو اومدن هم جنس مغلطه کردن و حالا همین الان به ایشون بگید مغلطه یعنی چی، که البته میگم درستش هم مغالطه هست، نمیدونه اصلا مغالطه و سفسطه چه تفاوت ها و شباهت هایی دارن. ولی نکته که وجود داره این هستش که من اکثر جامعه ایران رو اصلا خائن نمیدونم، بلکه وطن پرست میدونم، ولی اجازم نمیدم که اعتراضات مردم، اعتراضات آزادی خواهان کور بشه، از بین بره به واسطه پرچم تجزیه طلبانه. حمیدرضا خسروان، های عزیزان، های آقای حمیدرضا خسروان. اوشن سیار گفته سلام و درود، اگر هدف تجزیه شدن ایرانه، هر ایرانی با شرف که مخالف تجزیه شدنه، هر ایرانی با شرف که مخالف تجزیه شدن مزدور، ما هم مزدوری. عواطف انسانی نیاز به عذرخواهی ندارد. ولی شما به نظرم بابت عقاید خودتون حتما نیاز دارید که عذرخواهی کنید. نسترن، سپاس بر شما. آتیستا گفتن که چی؟ اغلای قوم در این شرایط بسیار نگرانند، بین دو جریان قرار گرفتیم. پشت معترضین هیچ سیاستمدار دموکراسی خواه نیست، چرا که آنها هم از غلبه خشم و رفتن امنیت ایران در حراسند. رامین گفته که باز صبح شد، آقای پوریا رفتن بالای منبر. به به، ببخشید دیگه رامین، سر شما رو هم درد آوردیم، عذیتتون کرده. پشت معترضین هیچ ببخشید من اشتباه خوندم.
از جمهوری اسلامی حمایت کردن. من واقعا نمیدونم، شاید بعضی سواد فارسیشون خیلی خوب نیست، من در کدوم بخش از صحبتام از جمهوری اسلامی دفاع کردم رو نمیدونم، ولی اگر مخالف تجزیه طلب بودن جرم محسوب میشه، من یک مجرم بالفطره هستم. علیرضا گفته که ایران جایی موندن نیست. برنامه علیرضا است. سوال گفته اتفاقا با پوزش شما هم مثل ایران اینترنشنال حرف میزنید، به نوعی دیگر راحت میفرمایید تا 4 تا الدنگ هست. من موافق تغییر نیستم. من نگفتم تو من مخالف تغییرم، من گفتم که تا زمانی که دستبندی ها مشخص نشه، تا زمانی که یک ایدئولوژی حاکم نشه، تا زمانی که یک قائدی، یک رهبری، یک فردی که از یک کاریزمای مناسبی برخوردار هست و میتونه اون انسجام ملی رو در داخل و خارج حفظ بکنه پیدا نشه، من با انقلاب مخالفم. چون اگر انقلابی بخواد بدون این فاکتورهایی که بهش اشاره کردم رخ بده و بعد تازه مردم تو سر کله خودشون بزنن که حالا کی بیاد، حالا کی نیاد، حالا از کجا آدم بیاریم، حالا چه جوری بیاریمش، حالا چه قانونی قراره بیاد پیاده بشه، خب اونجوری ما توی یک دوران فرسایشی قرار میگیریم و طبیعتاً گروهک ها و کشورهایی که متخاصم بودن و هستن و خواهند بود از این فرصت نهایت استفاده رو میکنن. کمان که بعد از انقلاب هم تا دیدن که جنرال های ارتش شاهنشاهی کشته شده و اعدام شدن، تا دیدن که شرایط در بخش های مرزی برحال متزلزل هست، تا دیدن که ترورهای کوری داره در ایران صورت میگیره، سیاست مدارها بعضن تکلیفشون روشن نیست، قوانین یک پارچه هنوز نشده، جنگ رو آغاز کردن علیه کشورم. پس ما باید اول یک فرایند رو برنامه ریزی بکنیم به اون اتفاقی که داره میفته، به اون جریانی که داره میفته یک هویتی بدیم، اون هویت یک باور و اعتقادی رو در ما ایجاد بکنه، یک رهبری باشه که حمایتگر اون اعتقادی باشه که شکل گرفته و بعد از اون به فکر این باشیم که یک دگرگونی ساختاری رو رقم بزنیم. و الان که شما بشینی بگی آقا انقلاب کنه، بعد مردم بریزن و همه هم اصلا تغییر بدن، بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟ شما فکر کردید از فردا کشورهای مختلف با گل و شیرینی میان خدمت شما برای دستبوسی و برای تبریک اینکه شما به آزادی رسیدی؟ حمید رضا گفته که این آشغالا رو ولشون کنه، ما ایرانی هستیم، تیم ملی هر نتیجه بگیره هنوز قهرمان هستند از نظر من. ببینم نظر آقای ابی سوری که خیلی وقت بود نبود، حالا ابی سوری از دوستان عزیزی هستش که از مخاطبانی هستش که معمولا حضور داره و من از حضورش استفاده میکنم. گفته که به کوری چشم غرب و شرق ایران، ایران بوده و هست و خواهد ماند با همین جغرافیا. بله همینطور آقای بیسوری. علیرضا فارسی گفته که فارسی بنویس، حالا نمیدونم احتمالا با آقای حمیدرضا گفت. روحی گفته که روحی هم فکر کنم از عزیزانی است که من ایشون رو در لایف های گذشته داشتم. سواد رسانه‌ای باید باشه و نباید احساسی شد. اگر مسئله زن هست چطور کسی ناراحت نمیشه لباس خصوصی زن یک نیروی امنیتی و تو دست گرفتن اون خانم زن نیست؟ آها بله، من یک عکسی منتشر شد، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردم. یک عکسی منتشر شد که یک خانومی رو به هر حال نیروهای امنیتی دارن میکشن روی زمین میبرن و ایشون لباسش به نوعی انگار پاره شده یا دکمه های مانتوش باز شده، نمیدونم. به هر حال ایشون به حالت نیمه برهنه ای در آمده بود و اتفاق بسیار ناگواری، میگم همان گونه که زدن یک خانومی که از پاساژ خرید کرده و با کیسه خریداش اومده بیرون کار بسیار بسیار ناجوان مردانه ایه، کار بسیار غیر اخلاقی و در راستای حفظ امنیت نیست، همانطور که گیر دادن به حجاب شل و کم و زیاد یک دختر خانم نوجوان کار
به نظر من اخلاقی نیست، اصلا در راستای همون امر به معروف و نهی از منکری که حضرات راجبش صحبت میکنن نیست. آخه این چه امر به معروفیه؟ امر به معروف یک هژمون میطلبه. یک هژمون یعنی مردم بپذیرن یا اون فرد بپذیره که تحت تأثیر قرار بگیره و تغییر بکنه. ولی اگه شما بخواید مثلا یه آدمی رو با شلاق امر به معروف بکنید که این امر به معروف نیست، مجازاته. علیرضا میگه 7 گیگ نت داشتم الان شد 1 گیگ، تا کی میخواید نت بکشی از مردم؟ نمیدونم کار کی بود. حالا اینم به نظرم شوخی کرده. ابی عزیز گفته که یکی دیگر از همین یکی بگه اگه همین فرد جمهوری اسلامی رفت کی قرار بیاد؟ اصلا کی هست که ایرانی اصیل که با مردم یک دل باشه و بخواد بیاد؟ مخلصی، یعنی البته آقای ابی سوری خطاب به یکی از مخاطبینشون گفتن که مخلص. کامبیز مهرزاد گفته که با درود به همگی و سر سربلندی کشور عزیزمان ایران. آقا بهراد، نمیدونم شنیدین یا نه، گویا تیم ملی انگلیس در فکر که زانو بزنه. بله، تیم ملی انگلیس ظاهرا صحبت بر این هستش که در حمایت از اعتراضات مردم ایران زانو بزنن، که البته به نظرم خیلی پیشتر باید این کار رو میکردن، در سالهای خیلی قبلتر زانو بزنند. هنگام سرود ایران قبل از بازی ایران و انگلیس، این به هر حال صحبتش مطرح شده و ظاهرا گفتن که این تصمیمی است که در اون لحظه ممکنه گرفته بشه از سمت بازیکنان تیم ملی انگلستان. این من حقیقتش، من اصولا اعتراضی که بخواد خارجی بیاد ازش حمایت بکنه رو میتونه این کارو بکنه، اتفاق غیر انسانی هم نمیبینه، ولی من معتقدم ما هر کاری میخوایم بکنیم خودمون، حالا اصلا انگلیسی ها زانو بزنن یا زانو نزنن برای ما فرقی نمیکنه. ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم و از هر مدلی از اعتراض که بازیکنان تیم ملی ایران انتخاب بکنن احیانا من حمایت میکنم و برای من مهم این هستش که واکنش ملی پوشان کشور خودم رو ببینم. کاری ندارم که انگلیسی ها دوست دارن چی کار بکنن یا نکنن. انگلیسی ها اگه بنا به زانو زدن و ابراز همدردی باشه که بعد سالهای سال با مردم ایران به واسطه سیاستهای کشورشون همدردی بکنه. روحی گفته که من اشاره به فیلم فیلم تو یکی از شهرهای مرزی است، لباس خصوصی از خونه یک مأمور امنیتی برداشتن از دستشون، ظاهرا این خونه برای یک نیروی امنیتی. آها، ببینید به هر حال فیلم هایی هم داره منتشر میشه که مثلا یک نیروی انتظامی، یک فردی که مثلا سروان نیروی انتظامی هرچی، اونم داره تیکه تیکه میکنن تو خیابونای شهر. فرقی نمیکنه. ببینید اگر شما یا ما هممون به جمهوری اسلامی اعتراض داشتیم بابت اینکه چرا جنرال های حکومت پهلوی رو بدون محاکمه، بدون هیچ فرایند دادرسی قانونمندی اعدام کردن، پس الان نمیتونیم رفتار مشابهی رو انجام بدیم و انتظار داشته باشیم که این رفتار در راستای شعار زن زندگی آزادی باشه؟ چون آقای خلخالی هم اون موقع همه تفکر و تصوری رو داشت که خیلی از معترضین الان دارن. اونم میگفتش که آقای یارو نظامی بوده، فرمانده نظامی تهران بوده، رئیس ساواک بوده سابقا، چنین بوده چنان بوده، پس این آدم اصلا نیازی به محاکمه نداره، اینو بعد کشت، این آدم کشی کرده، الان بعد بکشیدش. اگر شما مخالف اون تفکر هستید که نمیتونید در زمانی که خودتون به قدرت میرسین همون عمل رو تکرار بکنید، چه فرقی میمونه؟ فقط یکی کروات زده، یکی دیگه مثلا آخوند بوده. در هر صورت من کشته شدن در جریان اعتراضات رو از هر سمتی که باشه امر ناگوار و نادرستی میدونم.
این نکته رو دلم میخواست که حتما راجبش باهاتون صحبت بکنم. بعد آقای کامبیز میگن که حالا اگر بازیکنان انگلیس زانو بزنن در برابر سرود ملی ایران به واسطه همدردیشون با اعتراضات مردمی، احتمالا ولز و آمریکا هم ممکنه این کارو بکنن دیگه. میگم اصلا مثلا فرقی نمیکنه، من مثلا چیز با اهمیتی نیست که کشوری مثل انگلستان یا آمریکا یا ولز این همدردی رو داشته باشن یا نه، چون خنده داره حتی به نظرم تو اندازه این عمل از سمت اون کشورها. یعنی یه موقع میبینید که مثلا یه کشور دیگری است مسئله متفاوته، ولی اینکه انگلستان و امریکا بخوان هم دردی بکنن میکن فکر میکنم که آن سوی تراژدی است، یعنی تبدیل به کمدی میشه. ابی میگه که مخلصم رو پوریو به خودت بودم، بسیار بنده سپاسگزارم از حضور شما ابی نازنین. البته مخلص مخاطبینت هم هستم، شما بزرگ باید. آقای محسن بخشوده میگن این شبکه ایران اینترنشنال بخش ورزشی کارشناسی کم داره که چپ و راست سردار پاشای بی سواد که حرف زدن هم بلد نیست رو میاره، خودشون متخصص میدونه. من اصلا آقای سردار پاشایی هم واسه هم شخصیت جالبی داره. اینها اومدن اول کار رو از کجا آغاز کردن؟ اومدن اول در ورزش‌های انفرادی سعی کردن بازیکن‌ها و ورزشکاران ما رو دونه به دونه از ایران جدا بکنن، وصلشون کردن به مغولستان و جمهوری آذربایجان و تیم پناهنده ها. الان هم دارن سر تیم‌های ورزشی گروهی این بلا رو میارن. نتیجه این رفتار همبستگی و اتحاد نیست، گسست ملیه. حالا نمیدونم، شاید آقای سردار پاشایی ندونه داره چی کار میکنه، که احتمالاً هم نمیدونه، چون به هر حال همونطور که شما گفتید من ایشون رو فرد متخصصی نمیبینم. دموکراسی طبقه اشراف یونان در مقابل اتوکراسی ربطی به مفهوم جدید دولت ملت ندارد. تحریف تاریخ هم مربوط هم ربط دموکراسی به دوران خلافت گفتن. دموکراسی رو که در وقتی من دارم مفهوم دموکراسی رو که ما امروز میشناسیم در اون دوره مطرح نبوده. وقتی که ما داریم مبحث دموکراسی رو در شرایط فعلی مورد ارزیابی قرار میدیم، با علم امروزمون میتونیم گذشته رو هم تفسیر و تحلیل بکنیم. شما در تحلیل گذشته حتما از علم امروزت هم استفاده میکنی دیگه. من نگفتم در اون دوران دموکراسی بوده، ولی یک عمل میتونه مصادیقی داشته باشه، یک مفهومی که شاید یک کانسپت جدیدی به شمار بره میتونه مصادیقی داشته باشه که حتی در گذشته هم اتفاق افتاده. اصولا یک سلسله اتفاقاتی است که ما رو به مفاهیم جدید در عرصه‌های مختلف میرسونه و ما نمیتونیم پیشینه یک مفهوم رو ازش جدا بکنیم و وقت اون رو معنا بهش بدیم. همون پروسه دولت ملت هایی که در عصر یونان باستان اتفاق افتاد، این پروسه خودش محصول یک فرایند تاریخی است دیگه. اوشن سیل گفته که زانو زدن اعضای فوتبال آمریکا و انگلیس برای همدردی با مردم نیست، برای پیشبرد منافع خودشون هست. روحی گفته که یک وطن پرست وقتی باید با درد هر هموطن قلبش به درد بیاد. برای هر کشور کشته‌ای تمام مردم هموطن ما هستند. اتحاد تنها رمز مقابله با تجزیه است. کامبیز گفته که درست میگی آقا بهراد. خنده داره برای ما ایرونی ها که تیم ملی خودمون ایران این کارو نکند برای همدردی. من همچنان معتقدم که تیم ملی ایران شما رو سورپرایز خواهد کرد. البته به این اعتقادم هستم که اعتراضات بازیکنان تیم ملی رو برخی از رسانه‌ها آنگونه که باید منعکس نخواهند کرد. پس خیلی حواستون در تماشای برنامه‌هایی که در حاشیه جام جهانی داره رخ میده
جمع باشه و سعی بکنید که با دقت بیشتری رصد بکنید اتفاقات رو. محسن بخشوده: رئیس فدراسیون بوکس هم پناهنده شد و از طریق شبکه ایران اینترنشنال اعلام کرد. اون دیگه خیلی خنده داره، یعنی مثل میمونه که الان من بگم من به یه واسطه از ایران برم بیرون، بعد بگم آقا من به دلیل همدردی با مردم میخوام پناهنده شم و یک زندگی جدیدی رو برای خودم آغاز بکنم. سهیلا میگه که صدا قطع و وصل میشد که برطرف شد. البته خانم سهیلا متاسفانه شاید به دلیل سرعت اینترنت هم گاهی باشه، چون اگر تعداد بیشتری از عزیزان به این مشکل برمیخوردن حتما در قالب کامنت ها اعلام میکرد. خانم یا آقای سوال همچنان که من نمیدونم ایشون واقعا هویتشون چیست، گفتن که پس با توضیح شما اختلاف سلیقه شاید داریم. قبول، ربطی به بیسوادی و عذرخواهی من نداره. من نگفتم شما خانم بیسوادی هستین یا آقای بیسوادی هستین. عذرخواهی که از شما خواستم داشته باشین نسبت به موضعتون در ارتباط با من بود و به هر حال فکر میکنم در کنه مطالبی که بیان کردید نوعی اتهام زنی میدیدم، گرچه معتقدم که هر فردی آزاده و میتونه که نگاه خودش رو به ویژه در فضای رسانه ای عنوان بکنه و خودتونم دیدید که من تقریبا تا اونجایی که نگاهم افتاده باشه همه کامنت های شما عزیزان رو چه مثبت چه منفی راجع به خودم میخونم. هرچند عذرخواهی را بد نمیدونم، اگر ناراحت شدید عذر میخوام، اما انگ زشت است. بله واقعا انگ زشته، انگ نزنیم به هم دیگه. خب امروز در چند ساعت آینده شاهد اولین دیدار جام جهانی فوتبال 2022 هستیم. قطر و اکوادور به مسافه همدیگه خواهند رفت و رسما جام جهانی آغاز میشه و فردا ساعت 16:30 به وقت تهران، یعنی 4:30 بعد از ظهر، ایران و انگلستان به مسافه هم خواهند رفت. بسیاری از تحلیلگران ایران رو معجزه جام جهانی امسال قلمداد کردن. خیلی‌ها معتقدند بازی ایران و انگلیس بسیار بسیار بازی سنگینی خواهد بود. نتیجه‌ای هم که رقم خواهد خورد نتیجه خاصی است و جدای از اون بسیاری از تحلیلگرهای فوتبالی ایران و انگلستان رو دو تیم صعود کننده از این گروه دونستن و شاید یکی از دلایلی که ایران رو شایسته صعود قلمداد کردن بحث حضور کیروش و اون انسجام و نظمی است که او به تیم ملی ایران بخشیده. در هر صورت فارغ از هر دیدگاه، اعتقاد و عقیده‌ای، برای بازیکنان تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که بهترین ها برای ایران و ایرانی اتفاق بیفته. بازیکنان تیم ملی در سه مسابقه‌ای که دارن آبرومندانه، غیرتمندانه و بسیار بسیار با شکوه حاضر بشن، نام ایران رو زنده بکنن. مطمئن باشید که میشه اتفاقات بسیار خوبی در همین جام جهانی هم رخ بده. دیگه آروم آروم من میخوام از حضورتون خداحافظی بکنم، ولی قبل از اون بذارید من پیام سایر عزیزان رو هم بخونم. آقای علی اجاقی اگر اشتباه نکنم گفتن که سلام پوریا جان، اولین بار لایو شما رو میبینم، شما هم همسن پسرم هستی ولی حرفای خیلی خیلی خوبی میزنی، ممنونم پسرم. سپاسگزارم از شما. آقای علی اجاقی نازنین سوال فرمودن که وطن دوستی از بالاترین ارزش‌های انسانی است، اما اگر تبدیل به نژاد پرستی نشود، اینکه بگوییم همدردی انسان‌های دیگر ارزشی نداره شاید شروع این امر است. اینم یکی از اون انگاست. نژاد پرستی هستن، من صحبت نژاد پرستی نکردم. اگر ما بخوایم در چارچوب کشور خودمون هم نگاه کنیم میبینیم که عملا قومیت‌های مختلفی دارن زندگی میکنن، بعضا ممکن اختلاط نژادی هم وجود داشته باشه در کنار نژادهای اصیلی که مثلا در بخش‌هایی از ایران هستن. بحث نژاد پرستی رو من به هیچ عنوان بر نمیتونم. بحث من بحث ملیه، نه نژادی. من میگم برای من اهمیتی نداره که انگلستان یا آمریکا یا ولز یا افغانستان یا هر کشور دیگری نسبت به
اعتراضات ما همدردی میکنه یا نمیکنه. برای من مهمه که بازیکنان کشور خودم چگونه دغدغه خودشون رو بیان خواهند کرد. یه مورد فکر میکنم کاملا هم روشن باشه. حالا دیگه اگر کسی دوست داره این رو به نجات پرستی و فاشیسم گره بزنه، به اعتقاد من امر دیگری است. فقط ببینید این فعالان مثلا حقوق ایران هستن چطوری دارن تشویق برای تحریم ایران میکنن. دارو، ورزش و روحی عزیز گفته. حمید رضا گفته زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد ایران و ایرانی. سهیلا گفته که من اولین بار هست که لایو شما رو میبینم، هنوز متوجه چیزی نشدم که آیا شما جبهتون کدوم طرفه. جبهه من جبهه ایران و ایرانی و آزادی و حقوقی است که هر انسانی باید ازش برخوردار باشه وقتی داره در چارچوب یک جغرافیای سیاسی زندگی میکنه. اگر منظورتون اینه که من سلطنت طلب هستم یا جمهوری خواه هستم یا اصلاح طلبم یا اصولگرا هم یا توده‌ای هم یا اینا، من در هیچ کدوم از این چارچوب‌های فکری نمی‌گنجم، به دلیل اینکه معتقدم همه اینها معایب بسیار پررنگی رو دارن و در طول تاریخ هم این رو نشان دادن. آن چیزی که برای من مهمه اینه که یک سیستمی، هر سیستمی با هر ساختاری، یک سیستمی باشه که بتونه آزادی‌های معقول و به حقی که جامعه و انسان‌ها باید ازش برخوردار باشن رو بهشون بده و اونها بتونن به راحتی در کشور خودشون از این امکانات استفاده ببرن. این ساختار میتونه در قالب یک سلسله سلطنتی شکل بگیره، میتونه در قالب یک جمهوری باشه، میتونه در قالب یک نظام پارلمانی باشه. مهم این نیستش که شما چه ساختاری رو میای حاکم میکنی، مهم اینه که در نگاه اول اون جامعه، اون مردم از چه میزان آگاهی و شعوری برخوردارن. چون همین سیاستمدارهایی که میان بعدن به قدرت میرسن محصول انتخابهای مردمی خودشون هستن، اصلا محصول تربیت و آموزشی هستن که در همون جامعه دیدن. اگر یک جامعه عقده‌ایه، اگر یک جامعه دچار فقر فرهنگیه، اگر یک جامعه اهل مطالعه نیست، بی سواده، احساسی عمل میکنه، پس شما نباید انتظار داشته باشید فردی رو که به عنوان یک راهبر و یک فردی که مسئول شما هست انتخاب میکنید، اون فرد منهای شما باشه، جدای از اون تربیت اجتماعی باشه که در طول مثلا 100 سال اخیر شکل گرفته. به همین دلیل ساختارها و اسمها برای من کاربردی ندارن. عملهاست که به اعتقاد من میتونه تکلیف یک سیاست ورزی درست رو مشخص بکنه. هر آن چیزی که بتونه به مردم آزادی های معقول و مشروعشون رو بده، هر آن چیزی که بتونه آینده جوانای این مملکت رو تأمین بکنه، از نگاه من اتفاق مناسبی است که میتونه در کشور رخ بده. حالا این در قالب چه حزب و گروه و دسته ای امکان پذیر هست، هر کدوم از این گروه ها که بتونن یک همچین قابلیتی رو به مردم خودشون تفویض بکنن، قاعده این هستش که باید مورد حمایت قرار بگیرن. پس با این حساب من میتونم از شما خانم سهیلا بپرسم که شما طرفدار کدوم یکی از این احزاب هستید؟ روحی گفته که جاوید متوجه آن آقای خانم جاوید ظاهرن گفتن که سلام، این دروغ تحریم دارو دستاویز افیون هست، آقایون هست و ولکن ماجرا نیستن. روحی گفته که جاوید بحث من دارو نیست، من بحثم اینه که چطور انسان میتونه ضد کشورش حرف بزنه و به این شکل انسان از نوع حرف زدن متوجه میشه که وطن پرست کی؟ وطن پرست کسی که از آب گلالود ماهی میگیره چه کسی هست؟ آقا بعد در ادامه روحی میگه که جواب جاوید رو دادم. بله متوجه شدم. این نکاتی است که به هر حال من فکر کردم لازم هست که راجبش با همدیگه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. اگر به دنبال اعتراض وحدت بخشی هستین، هر پرچمی به جز پرچم ایران که به اهتزاز در اومد خودتون بکشید پایین. حتی اگر رسانه ها هم پوشش میدن شما بکشید پایین.
مگه نمیگید یک اقلیتی هم در بین اکثریت معترضین ایران پرست؟ خب اون اقلیت رو دور کنید از خودتون، یا این اجازه و جرأت رو بهشون ندید که بخوان در اون قالب فعالیت بکنن و پرچم به دست بیان قاطی شما قرار بگیره. کار سختی نیست نه؟ وطن پرست باشیم، بمانیم و امیدوارم که ایران و ایرانی تا ابد جاودان باشه. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که این لایف هم به دلتون نشسته باشه. من فردا تقریبا فکر کنم از صبح ساعتهای زیادی رو در لایف بگذرونم و در کنار همدیگه باشیم. تحلیل ها، صحبت ها، به ویژه حالا تمرکزمون روی تیم ملی ایران و مسابقهش با انگلستان هست. و ازتون میخوام اگر بحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته با یک عدد یک در قالب کامنت ها به من نشان بدین که مطلع بشم که بحث امروز رو دوست داشتین یا نه. میتا گفتن یا مینا یا میتا، مطمئن نیستم. نظرتون در مورد دولت انقلاب ائتلافی چیه؟ متوجه نشدم خانم مینا. نظرتون در مورد دولت ائتلافی چی؟ ائتلافیه یا انقلابی؟ اگه ممکنه اون واژه، نمیدونم چون من از اینجا زیاد نمیتونم خوب بخونم، ائتلافیه، انقلابیه، اگر ممکنه این رو یه بار دیگه محبت بکنید و سوالتون رو بنویسید ممنون میشم. آتیستا، اوشنسیل سوال، آقای براتکیان تا این ساعت فعلا دموکراسی آزادی بیان در چارچوب قانون مدافع حق فردی و جمعی با تمام ایرادات بهترین چارچوب زندگی اجتماعی است، چون انتخاب مکر به انتخاب درست میرسه، چون با انتخاب، متوجه نشدم، انتخاب درست میرسه در جلسه رشد میکنه. متوجه نشدم خانم سوال یا آقای سوال. اگه ممکنه یه اسمی هم بگین، حالا حتی میتونه مستعار باشه که من شما رو با اون اسم به قول معروف مورد خطاب قرار بدم، چون حالا سوال یه چیزیه که حتی میتونه پر از مفهوم باشه ها، یعنی انتخاب این اسم میتونه در نوع خودش پر از مفهوم باشه. و اگر هم من امروز دارم صحبتی میکنم، از اینکه کسی چرایی مطرح میکنه، از اینکه کسی سوال مطرح میکنه هیچ موقع نترسید. سقراط هم گرفتار همین عدم درک جامعه پیرامون خودش از چرایی پرسش‌هاش شد. من البته سقراط نیستم، اون موقع از این بابت نکته پیش نیاد، ولی اتفاقی که هست اینه که همیشه سعی بکنید که یک نقطه ابهام و یک نقطه سوالی رو برای خودتون باقی بگذارید، حتی در رابطه با خود شخص منی که دارم برنامه براتون میسازم. من اتفاقا خوشحال میشم از اینکه میبینم بعضی از مخاطبین میگن که خب شما چرا اینجوری میگی، شما اصلا فکر خودت چیه، نظر خودت چیه، نکنی شما هم مثلا داری از جای خط میگیری. همین سوال ها باعث میشه که ما نسبت به افراد، نسبت به گروه ها کنجکاوتر بشیم، بیشتر به سراغشون بریم، بیشتر راجبشون بدونیم و بعد به یک قضاوت دقیقتر و درستری برسیم. اگر بخوایم یک فردی رو فقط صرفا به واسطه اینکه شبیه ما فکر نمیکنه قضاوت بکنیم و بعد هم رهاش بکنیم و فکر بکنیم اون چیزی که ما میاندیشیم یا اون قضاوتی که ما داریم بهترین قضاوته، طبیعتا مسیر رو به خطا رفتیم، کما اینکه تاریخ هم به ما این موضوع رو ثابت کرده. ولی در ارتباط با گروه های سیاسی، رسانه های مختلف، افراد و اندیشه های مختلف، همیشه سعی کنیم یک نقطه ابهام و سوالی رو در ذهن خودمون بیدار نگه داریم، چون این پرسشگر بودن، این سوال کردن ذهن رو تحلیلگر میکنه، به ذهن این قدرت رو میده که نه هر چیزی رو زود باور بکنه، نه به هر چیزی زود اعتماد بکنه و سعی بکنه که هر اتفاقی رو با یک قوه تحلیلگرانه بسنجه و خیلی منطقی تر مسیر خودش رو ادامه بده. آن چیزی که من نگرانش امروز هستم، چون دیدم در لایف های قبل هم خیلی از عزیزان میگفتن شما الان نگران چی هستی،
من آن چیزی که نگرانش هستم اینه که تصمیماتی که مردم بخوان برای آینده خودشون بگیرن، چه در قالب همین سیستم حکومتی، چه در فردایی که سیستم حکومتی دیگری رو بخوان انتخاب بکنن، این تصمیمات بر اساس احساسات و هیجاناتی باشه که در مقطع فعلی ازش برخوردارن. ببینید، من با آقای طالقانی یک مصاحبه رو حدود 2 سال پیش داشتم. آقای طالقانی در دورانی رئیس فدراسیون کشتی ایران بود و ایشون از محافظانی بود که آقای خمینی رو در 12 بهمن که ایشون به ایران بازگشتن همراهی میکرد. یک فردی از منطقه پامنار، یک تهرونی اصیل که با آقای مهدی عراقی و آقای طالقانی و آقای بازرگان با همه اینا حشر و نشر داشته. وقتی من با آقای طالقانی مصاحبه کردم، تازه هیچ کدوم از این شلوغیام هنوز استارت نخورده بود و فضام خیلی فضای آرامتری بود، گفتم چون ایشون قبل از این که انقلاب بشه اصلا اصولا وارد یک فضایی بشیم که دیگه همه چیز غیر قابل بازگشت بشه، ایشون فکر میکنم در شهریور یا مهر ماه سال 57 مسابقات کشتی تهران رو تعطیل میکنه و البته به این واسطه مثلا که چند روزی رو در ساواک هم مهمان میشه و آزادش میکنن و برمیگرده سر زندگی خودش. آقای طالقانی میگفت اگر زمان به عقب برمیگشت، من حتی از خونه خودم هم بیرون نمیومدم که این به قول معروف استنباط صورت نگیری که من به عنوان یک معترض از خونه خارج شدم. و میگفت زمانی هم که دیدم بسیاری از ارتشی ها و ژنرال ها دارن تیربارون میشن در پشت بام مدرسه رفاه، فاصله گرفتم، دور شدم، با اینکه میتونستم شاید مقام های سیاسی بسیار بالاتری از ریاست فدراسیون کشتی داشته باشم. ببینید، یعنی ایشون داره از یک جریان احساسی صحبت میکنه که در اون مقطع زمانی دامنگیر قشر وسیع از ایرانیان شد. من روز گذشته گفتم از آقای دکتر کریم سنجابی تا همین آقای طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی، تا از احمد شاملو تا داریوش اقبالی. از هوشنگ ابتهاج تا علی پرمین. همه یه چیز میگفتن. همه درگیر یک احساسی شده بودن که اون احساس به اونها داشت میگفتش که شما قراره به روزهای بهتری برسین. پس براش هزینه بدین، پس براش تلاش بکنین. ولی چون اون احساس همراه با یک شعور سیاسی نبود، همراه با یک آگاهی عمیق نبود، همراه با یک همبستگی شعورمند نبود، به بیراه کشیده شد. بارها گفتم تفاوت بین همگان و انبوه خلق همین. انبوه خلق یعنی شما میبینی یک جماعت زیادی در یک فضایی دارن شعار میدن، شما اصلا نمیدونی موضوع چیه، ولی برای اینکه بیای قاطی مردم باشی، میری شما دستتو اینجوری مشت میکنی و شروع میکنی شعار دادن. بعد ازت بپرسن که آقا اصلا این اعتراض برای چی بود، علیه کی بود، به طرفداری از کی بود، میگی نمیدونم، دیدم همه دارن شعار میدن، منم گفتم برم قاطی جمعه. این میشه انبوه خلق، یعنی یک احساس هیجانی بدون شعور و آگاهی. اما همگان یعنی چی؟ همگان یعنی ممکنه شما در کنار هم، فیزیکتون کنار هم نباشه، اما اندیشه شما با هم به همبستگی رسیده. وقتی اندیشه ها دوچار همبستگی بشن، دیگه اون اندیشه همبسته رو هر چند هم که آدم ها از هم فاصله داشته باشن، شما نمیتونید اصلا به نوعی جدا بکنید، منفک بکنید. اگر معترضینی که الان در آلمان هستن، در سوئیس هستند، در سوئد هستند، در ایران هستند، اینها دارای یک همبستگی شعورمند و آگاهی بخش سیاسی بشن، دیگه این همبستگی رو نمیشه اصلا جدا کرد. ولی تا زمانی که همه درگیر جوان، من دیدم یه آقایی هستش که ایشون ظاهرا از هموطنای آذربایجانی ما هم هستند و در آلمان زندگی میکنن، اسمشون هم نمیدونم، قاسم اگر اشتباه نکنم، نمیدونم واقعا، یعنی یادم رفته، بذارید ببینم اسمشون رو
یه سرچ بکنم شاید بتونم پیدا بکنم و خدمتتون عرض بکنم. معمولا همیشون برای من بالا میاد. اجازه بدین یه لحظه حالا امروز از شانس شما هنوز ویدیو جدید نگذاشته و نتونستم پیداش کنم. ببینید یک فردی است که در اعتراضات حضور پیدا میکنه، در خانه خودش، در جمع ها هست و فقط هم دشنام میده، یعنی اصلا ایشون فقط فحاشی میکنه و من از این بابت خیلی ناراحت شدم که ایشون در جمعی که بانوان هم حضور داشتن، در فکر کنم برلین بودن یا یکی از شهرهای آلمان، الفاظ بسیار رکیکی رو ایشون نسبت به حالا مسئولین فعلی مملکت میگفت که همراهی مثلا یک دسته شاید 500 نفری رو هم با خودش داشت. به کار بردن الفاظ رکیک در برابر بانوان به نظر شما ضد ارزش نیست؟ به کار بردن الفاظ جنسی اون هم به شکل رکیکش در برابر جمعی که خانوم ها هم حضور دارن به نظر شما ضد ارزش نیست؟ این ضد شعار زن زندگی آزادی نیست؟ ما ایرانی هستیم، ما یه سری عرفا هم برای خودمون داریم. ما به هر حال از یک نظام تربیتی برخورداریم که شاید در اروپا یا آمریکا کمتر کسی برخوردار باشه. کاری ندارم ما درستیم یا اونا درستن یا کی داری چی میگه، به هر حال ما یک فرهنگی داریم، یک رسومی برای خودمون داریم که معرف شخصیت ایرانی هاست. هر جای دنیا برن این هست. ولی وقتی که شما میبینی که با بدترین الفاظ جنسی که اصلا شما در یک فضایی که صفحه اینستاگرامت رو بالا میاری و پیج ایشون رو میبینی، باید یا هنسفری تو گوشت باشه یا صدای گوشی رو بیاری پایین، چون ممکنه تو یک جمعی باشه که یه صدای فحاشی های ایشون بلند شد و آبروی خودت بره. اینجاست که میگم باید اعتراض از یک مسیر شعورمندی ادامه پیدا بکنه تا به نتیجه برسه. بله اعتراض رو به هر شکلی میشه، یکی میتونه بیاد زنجیر پاره کنه، یکی میتونه بیاد عربده بکشه، یکی میتونه بیاد فحاشی بکنه، هر کسی میتونه هر جوری دلش بخواد اعتراض بکنه. ولی کدوم مدل اعتراض هست که میتونه باعث همبستگی بشه؟ کدوم نوعی از اعتراض هست که میتونه انسانها رو کنار همدیگه قرار بده یا انسانهای بیشتری رو کنار هم قرار بده؟ روحی گفته که دقیقا این جریان احساسی همه چیزو میتونه نابود کنه. من به عنوان یک خانم گوشامو میگیرم، شوکه میشم اتفاقاتی که داره همه جا میفته. خب در هر صورت اینم برنامه امروز ما بود. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشین. من همه تلاشم این هستش که آن چیزی رو که حق میدونم بیان بکنم. نمیگم من هر آن چیزی که میگم عین حق و حقیقته، ولی حداقل میتونم این قول رو بهتون بدم که اون چیزی که دارم میگم از دل خودم برمیاد و در راستای اتفاقی است که من اون رو حقیقت میپندارم یا برداشتی و برشی است از حقیقت که من فکر میکنم درسته که بیان بشه. در پاسخ به عزیزانی هم که معتقدن که بنده مزد بگیر هستم، حقوق بگیر هستم، من از هیچ ارگان و هیچ سازمانی حقوق نمیگیرم. درآمد من در حال حاضر تنها و تنها و تنها از همین برنامه هایی است که شما میبینید که شاید درآمد بالایی هم نباشه. در حال حاضر تلاش دارم میکنم که در حوزه حقوقی هم خودم رو به مرحله‌ای برسونم که بتونم به مردم و در راستای حقوق مردم بهشون کمک کنم. هزینه هایی رو هم در حد خودم و در اندازه کوچک خودم پرداخت کردم که لزومی نمیبینم بخوام اینجا جای شرح بدم و هیچ منتی هم سر کسی ندارم.
و اگر همین برنامه ها رو دارم میسازم که شاید برد مخاطب خیلی بالایی هم نداشته باشه، در راستای این هستش که کمی ذهن شما رو پرسشگر بکنم. من در جایگاهی نیستم به شما بگم چطوری فکر بکنید یا اونگونه فکر بکنید که من بهتون میگم. اصلا درست هم نیست که بخوام چنین نقش آفرینی رو داشته باشم، ولی حداقل میتونم ازتون بخوام که نسبت به اتفاقاتی که میفته کمی با دقت بیشتری و با توجه بیشتری مسائل رو رصد بکنید. من در شب گذشته تقریبا در پیج هیچ عزیزی ندیدم که اشاره بکنه به پرچم تجزیه طلبانی که در بین معترضین ایرانی در سراسر دنیا حضور داشتن. آقای حامد اسماعیلیون اگر واقعا معتقد به اون حفظ یک پارچگی هستن، باید بیان این رو در قالب مصاحبه های بیان بکنن، ایرادی نداره، بگن که آقا از این به بعد افرادی که پرچم های غیر از پرچم ایران رو حمل میکنن ما به رسمیت نمیشناسیمشون یا از نگاه ما وجاهت قانونی و وجاهتی ندارن که بخواد در بین معترضین ایرانی باشن. پایین کشیدن، اگر ما میگیم که تعدادشون خیلی اندکه در بین معترضین، پایین کشیدن پرچم کردستان و بلوچستان کاری نداره، یعنی اون تعداد، اون چند هزار نفر از پس 50 نفر آدم بر نمیاد. بعد یه سری میگه نه آقا این اتحاد رو به هم میریزه. اتحاد با کی؟ اتحاد با کسایی که میخوان تجزیه شن؟ آقا این اتحاده؟ این همبستگی میشه؟ برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که به همه اتفاقات و آرزوهای خوب زندگیتون برسید. من حالا آقای خانم سوال گفتن که این اخلاقی دیدن بسیار محترم است، اما علارغم میل ما در جامعه ایران افرادی هم هستند، اما این دلیل نفی یک حرکت بزرگ به خاطر آن تعداد اندک نمی شود. اتفاقی که در جریان 57 اتفاقا در جریان 57 شعارهای زشت نبود، اما نتیجه خوب نشد. نتیجه که مردم میخواستن محقق شد، اتفاقا انقلاب شد، دگرگونی ساختاری شکل گرفت. محصول اون انقلاب محصولی نبود که شاید خیلی ها انتظارش رو داشتن، ولی اون همبستگی از دل همون اتحاد شکل گرفت. اون همبستگی که منجر به پیروزی انقلاب سال 57 شد، از همین دل همین همسنخ شدن، همراه شدن، همگام شدن و متحد شدن شکل گرفت. اگر شما میخواید به مرحله انقلاب برسید، اول باید انسانهایی رو کنار خودتون داشته باشید، باید افرادی رو در قالب معترض به جمع خودتون راه بدید. این فحاشی ها، این الدنگ بازی ها که بعضا در گروه های رخ میده و تجزیه طلب خواهی ها، اینها نمیتونه در راستای اهداف ملی ما باشه. این تعداد اندک را از خودتون دور کنید، دیگه کار سختی نیست که. شما قبل از اینکه یک حکومتی تغییر بدین، بیایید اول این گروهک ها رو از خودتون دور کنید، جدا کنید، سرکوبشون بکنید، بعد انتظار داشته باشید که یک ملت پشت سرتون قرار بگیره. در غیر این صورت اتفاقی نمیفته. خانم مسیح علی نژاد وطن پرست شریف کجاست که بیاد نقد خودش رو نسبت به اون پرچم ها اعلام بکنه؟ اون پرچم ها اولین بار نبود که به اعتراض در می اومد. در اون اعتراضات برلین هم در صفحه اول دیده شد. خب به هر صورت خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. منتظر باشید فردا قراره با هم دیگه راجع به فوتبال و تیم ملی و بازیش برابر انگلیس و اتفاقاتی که ممکنه رخ بده گپ بزنیم. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. خدا نگهدارتون باشه.